سلام بر شما، من نازنین معتمدی هستم. در این برنامه 37 درجه بهتون از یک پیشرفت بزرگ پزشکی میگم. اولین دارویی که تونسته روند پیشرفت آلزایمر رو کند کنه. تا حالا هیچ کدوم از داروهای آزمایشی آلزایمر موفق نبودن و برای همین با اینکه این دارو بی نقص نیست ولی خیلی ها رو امیدوار کرده. این دارو کی به بازار میاد و علائم آلزایمر رو چند سال به تأخیر میندازه؟ و در ادامه برنامه چه غذاهایی باعث پیشگیری از ابتلا به فراموشی و آلزایمر میشن؟ فرد بازداشت شده بعد از آزادی چه آزمایشایی رو باید انجام بده که از سلامت جسمی و روانیش مطمئن بشه؟ با وجود اخبار خودکشی چند نفر بعد از آزادی از زندان در اعتراضات ایران، به این سوال جواب میدیم که چطور میشه احتمال خودکشی رو کم کرد؟ دانشمندان دارویی ساختن که برای نخستین بار تونسته روند پیشرفت آلزایمر رو کند کنه. این دارو که اسمش لکانمب دو تا محدودیت داره. اول اینکه فقط روی بیمارانی مؤثره که در مراحل اولیه آلزایمر قرار دارن و دوم اینکه عوارض جانبی داره. اما دانشمندان معتقدن این دارو میتونه زمینه ساز کشف درمانهای جدیدی برای آلزایمر بشه و برای همینه که اونو دستاورد تاریخی میدونن. جزئیات بیشتر از فرگس والش، سردبیر بخش پزشکی بی بی سی. زوال عقل یکی از کابوس‌های افراد مسنه. میویس سکوین 88 سالشه. با وجود اینکه پزشکان تشخیص دادن که در مرحله ابتدایی آلزایمره، از دوران بازنشستگی و نوشیدن قهوه صبحگاهیش لذت میبره. من احساس پیری نمی کنم. مشخصا احساس خستگی ندارم. ما با هم از زندگیمون لذت میبریم. عاشق خانواده‌ام هستم و از حضورشون لذت میبرم. فکر میکنم در کل زندگی دوست داشتنی و خوبه. حافظه کوتاه مدت میویس به طور جدی تحت تاثیر بیماری قرار گرفته و به طور روزافزونی برای کارهاش به همسرش رادنی وابسته میشه. امروز قراره چیکار کنیم؟ نمیدونم. قراره برای تزریق بری کلینیک. خیلی ممنون. اینم هیجان انگیزه. بیا رادنی، بیا بریم تو. میویس یکی از 2000 بیماریه که در یک کارآزمایی بالینی مهم برای امتحان یک داروی آزمایشی آلزایمر شرکت کرده. این هیپوکمپس مغزه، جاییه که همه خاطرات کوتاه مدت ما در اون ذخیره میشه. چیزی که میبینی اینه که این ساختار به دلیل بیماری کوچیک شده و جای اون رو مایه ای فرا گرفته. آلزایمر به تدریج نواحی کلیدی مغز که در فرایند ادراک و خاطرات نقش دارن رو نابود میکنه. این آسیب به دلیل انباشته شدن پروتئینی یاقی به نام آمیلوید اتفاق میفته که در اطراف نورون‌های مغزی انباشته میشه. داروی تازه که لکانمب نامیده میشه با متصل شدن به آمیلوید سیستم دفاعی بدن رو تحریک میکنه به اون حمله و این پروتئین رو از مغز پاک میکنه. دسترسی به چنین دارویی ممکنه فوق‌العاده محدود باشه. یکی از دلایلش هم اینه که آزمایش‌های خاصی که وجود آمیلوید در بیمار رو بررسی میکنه رایج و همگانی نیست. در کارآزمایی بالینی این دارو موفق شده تا روند کاهش توانشناختی رو در 18 ماه حدود 1/4 کنتر کنه. لکانمب درمان نیست، فقط میتونه به بیمارانی که در مراحل نخستین آلزایمر قرار دارن کمک کنه، اما اولین داروییه که به شکل قابل قبولی روند زوال توانشناختی را کند میکنه و از این جهت پیشرفت مهمی در مقابله با این بیماری بیرحم به شمار میره. پزشکانی که این آزمون بالینی را انجام میدن از یافته های خود خوشحالن. خیلی هیجان انگیزه، چون الان داریم نتیجه کارو میبینیم. نتایج اولیه نشون میدن که این دارو با موفقیت داره روی عامل به وجود آورنده این بیماری اثر میذاره و همچنین باعث کند شدن عوارض اختلال شناختی و عوارض رفتاری میشه که بیماری آلزایمر به همراه داره. ممکنه میویس در دوره کارآزمایی به جای داروی اصلی دارونما دریافت کرده باشه، اما الان به طور قطع در حال دریافت لکانمبه. اون هر دو هفته یه بار در این کلینیک در شهر ساری این دارو رو تزریق میکنه. شنیدم امروز یه فنجون بزرگ قهوه خوردی. جدی قهوه خوردم؟ آلزایمر میویس هنوز در حال پیشرویه، اما همسرش میگه بیماری هنوز شخصیت میویس رو ازش نگرفته. از این بیماری نمیشه فرار کرد، اما ما نمیخوایم یه گوشه بشینیم و دست رو دست بذاریم. برای همینم برای این کارآزمایی ثبت نام کردیم و الانم خیلی از تصمیممون خوشحالیم، چون به نظر میرسه تأثیر خیلی خوبی روی میویس داشته.
این دارو برای میدیس هیچ عارضه جانبی نداشته، اما بعضی از شرکت کننده های دیگه عوارضی مثل تورم مغز و خونریزی مغزی داشتن. لکانمب با داروی قطعی و کارآمد آلزایمر فاصله زیادی داره، اما محققان معتقدن این دارو مسیر درمانهای بهتر رو در آینده مشخص میکنه. مهمون ما دکتر شهرام مجیدی، استادیار بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان ماونت سان آی در نیویورک آمریکا هستن. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. ممنون از شما. دکتر مجیدی، دارویی که به بازار اومده دقیقاً چی کار میکنه؟ جلوی تحلیل حافظه رو میگیره؟ این دارو یه آنتیبادی مونوکلوناله، یعنی به طور خاص طراحی شده که اون پروتئینای بد، اگه بشه گفت، که دور سلول‌های عصبی جمع میشن و در واقع باعث ایجاد و بعد پیشروی بیماری آلزایمر میشن و میتونه بگیره. دلیل اهمیت این یافته اینه که برای اولین بار ما حالا شاهد هستیم که این دارو تونسته نه فقط جلوی پیشروی رو بگیره در اسکن و MRI بیمار، حتی تونسته که از نظر بالینی هم جلوی پیشروی علائم آلزایمر رو بگیره. میتونید یه مثالی به ما بزنید که این کسایی که آلزایمر دارن و این دارو رو مصرف کردن چه تغییر ملموسی توی زندگیشون میبینن؟ در مراحل ابتدایی آلزایمر فقط شما میتونین از بیمار یا اطرافیانش میشنوین که یک سری فراموشی ممکنه داشته باشه، یادش بره اون کارهایی که قبلا میتونست انجام بده رو انجام بده یا وسایل شخصیشو گم کنه. خب این دارو همونطور که تو استادی نشون داده شده میتونه پروسه رو طولانی تر کنه، چون اگه بدون این در عرض 5 سال آینده مریض کاملا وابسته خواهد شد به اطرافیانش، حتی ممکن نتونه از خونه بیرون بره و براش اصلا غیر ممکن خواهد بود که بتونه کارهای روزانش رو انجام بده. پس یه پروسه طولانیه. حالا این دارو میتونه اون رسیدن به اون نقطه رو به تأخیر بندازه. دکتر مجیدی، به شما برمیگردیم. بر اساس آمار انجمن آلزایمر در ایران، حدود 1 میلیون نفر در این کشور مبتلا به دمانس یا زوال عقل هستند. از این 1 میلیون نفر، بر اساس آمار جهانی 60% به بیماری آلزایمر مبتلا هستند که زیر مجموعه از همون دمانس هست. یعنی این دارو پتانسیل بهبود زندگی 600,000 نفر رو در ایران داره. اگه یه ذره نگاه جهانی تر داشته باشیم، 55 میلیون نفر در دنیا مبتلا به آلزایمر هستن و با افزایش میانگین سن جامعه این تعداد بیشتر هم میشه. بنابراین میشه فهمید چرا میگن که این دستاورد تاریخی همچین دارویی. دکتر مجیدی، آیا این دارویی که اومده فقط رو آلزایمر موثره یا بقیه زیر مجموعه های دمانس رو هم پوشش میده؟ در درجه اول فعلا این فقط در واقع اثرش در آلزایمر نشون داده شده، ولی میتونه در گروهی از بیماری هایی که به خاطر این پروتئین امیلوئید ایجاد میشن میتونه نهایتا استفاده بشه در ستینگ تحقیقاتی تا ببینیم میتونه استفاده کنه یا نه. ولی باید در نظر داشته باشیم که آلزایمر شایع ترین علت در واقع دمنشیا هستش و با توجه به اینکه جوامع، همه جوامع دارن به خاطر افزایش طول عمر پیرتر میشن، الان پیش بینی هست که توی امریکا تا سال 2030 تعداد افرادی که آلزایمر دارن 2 برابر بشه و این اهمیت این یافته رو نشون میده که چه پتانسیلی داره، چه گروه عظیمی از بیماران رو میتونه کمک کنه و یه امید جدیدی براشون بده. دکتر مجیدی، این دارو روی کسایی اثر میکنه که در مراحل ابتدایی آلزایمر هستن. تشخیص زود هنگام آلزایمر اصولا چطور انجام میشه؟ خب تشخیص آلزایمر در درجه اول یه تشخیص بالینی هست. بهترین افرادی هستن که در واقع نزدیکان بیمار هستن که گزارش میدن که یک سری علائمی که جدید ایجاد شده برای بیمار، برای مثال فراموشی مکرر یا اینکه فرد فراموش میکنه که قبض‌های ماهانش رو پرداخت کنه یا به طور مکرر گم میشه در منطقه‌ای که براش قبلا آشنا بوده، یا وسایل شخصیش رو فراموش کنی که کجا گذاشته. اینا علائم اولیه‌ان. خب بعد خب یه در واقع یه سری پارامترهای بالینی هست که پزشک اون از اونها استفاده میکنه، بر اساس اون میتونه تشخیص بالینی آلزایمر رو بذاره. بعد از اون ما یک سری پروسه پاراکلینیکال هستش که استفاده میکنیم، مثل ایمیجینگ، MRI، پت اسکن یا
سمپل خون یا مایع نخاعی رو میگیریم که اونا در واقع کمک میکنه که تشخیص قطعی بشه، چون که آلزایمر فقط یکی از علل دمانس هستش و اون روش های پاراکلینیکال در واقع در قطعیت تشخیص کمک میکنه. این اسکن هایی که گفتین و آزمایش مغز نخاع در ایران هم انجام میشه؟ بله، تا جایی که من اطلاع دارم برای اینا سال هاست که در ایران هم انجام میشه، چه MRI یا PET scan یا برای آزمایش مایع نخاع. دکتر مجیدی، کی این دارو به بازار میاد؟ احتمالاً یک سالی حداقل طول خواهد کشید. FDA سال قبل یک مونوکلونال آنتیبادی دیگر رو هم اپروف کرده بود برای استفاده در آلزایمر. حالا با این یافته جدید خب خیلی امیدوارن که به زودی این کار انجام بشه. خیلی ممنون دکتر مجید. آیا مواد غذایی خاصی وجود دارد که خوردن آن باعث پیشگیری از بیماری آلزایمر و فراموشی شود؟ شواهد علمی نشون داده که تغذیه در پیشگیری از آلزایمر نقش خیلی مهمی داره. رژیم غذایی باید غنی از ماهی، سبزیجات و روغن زیتون باشه. اما وقتی آلزایمر شروع شده و در مراحل اولیه است، دیگه موضوع به این سادگی نیست. در افراد مبتلا به آلزایمر تعداد سیناپس یعنی ناحیه تماس سلول‌های عصبی با هم خیلی کمه. یه تحقیق نشون داده که 3 ماده غذایی برای ساختن سیناپس‌های جدید ضروری‌اند تا جایگزین اونایی بشن که بیماری از بین برده. اولین ماده کلینه. کلین در زرده تخم مرغ خیلی زیاده. خوردن 3 تخم مرغ در روز مقدار خیلی خوبی کلین به بدن میرسونه. دومین ماده DHA هست. ماهی منبع عالی DHA در رژیم غذاییه. سومین ماده یعنی یوریدین از غذا به دست نمیاد و به صورت طبیعی در کبد ساخته میشه. اما مشکل اینجاست که مبتلایان به آلزایمر در جذب یا تولید هر 3 این موارد مشکل دارن. قرص‌های مکملی به بازار اومده که ترکیب این 3 ماده رو در خودش داره. این قرص‌های مکمل در 2 آزمایش بالینی بسیار بزرگ نشون داده که به صورت قابل توجهی تونسته عملکرد حافظه رو در افرادی که آلزایمرشون در مراحل اولیه است بهبود ببخشه، ولی در مراحل پیشرفته این بیماری تأثیری نداشته. در جریان اعتراضات اخیر ایران، گزارش‌هایی از چند مورد خودکشی بعد از آزادی از زندان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همینطور مواردی گزارش شد که زندانی در داخل زندان مجبور به مصرف دارویی شده. بی بی سی مستقلاً نمیتونه این گزارش‌ها رو تایید کنه، ولی به دلیل سوالات زیادی که شما از ما پرسیدین، دکتر رضا رودسری متخصص طب اورژانس در نیویورک رو به برنامه دعوت کردیم. دکتر رودسری، بازداشتی‌ها وقتی از زندان آزاد میشن چه آزمایش‌هایی رو میتونن رو خودشون انجام بدن که مطمئن بشن از نظر جسمی و روانی سالمند؟ سوال سختیه. به نظر من ورکاپ روتینی یعنی عکس و آزمایش روتینی معنی نداره اینجا. بستگی به این داره که برای مریض چه اتفاقاتی افتاده. هر کسی که آزاد میشه باید یک معاینه کامل پزشکی بشه، یه تاریخچه دقیق بده. من از مریض دقیقا میپرسم که چند وقت بازداشت بوده، چه اتفاقاتی براش افتاده، کتک خورده یا نه، همیشه به هوش بوده یا در مقاطعی بیهوش بوده یا نه، داروی خاصی بهش داده شده یا نه، و بر این اساس مریض رو معاینه میکنم. کجا درد داره، کجا نشانه های ضربه وجود داره، علائم حیاتیش چیه، شکمش دردی داره وقتی من دست میزنم یا نه، نفس کشیدنش چجوریه، سطح هوشیاریش چجوریه، همه اینها و همینطور معاینه نورولوژیک میتونه به من بگه که آیا لازم کار دیگه ای انجام بدم یا نه. در کنار این طبیعتاً به مود مریض، در واقع خلق مریض، نحوه صحبت کردن مریض، اینکه افسرده هست نیست، اینکه آیا با من درست ارتباط برقرار میکنه یا یه چیزایی رو داره پنهان میکنه، خیلی خوبه که یک روانپزشک رو ببینه، چون استرس و ترومای روانی که به مریض وارد میشه در این شرایط، به بازداشتی وارد میشه در این شرایط، میتونه نتایج خیلی بدی داشته باشه. بقیه ورکاپ، اینکه آزمایش خونی گرفته بشه یا نه، اینکه عکسی گرفته بشه یا نه، بستگی به این معاینه و تاریخچه داره. آیا ممکنه صرف مصرف دارویی در دوره بازداشت باعث بشه که فرد تمایل به خودکشی پیدا کنه؟ اینقدر انواع مختلف سم‌ها وجود داره و خیلی گسترده هستن و هر روز هم چیز جدیدی کشف و استفاده میشه.
اما تا اونجایی که من میدونم همچین چیزی وجود نداره. اگر کسی سمی استفاده کرده باشه یا به مدت کوتاهی بعدش آسیب خودشو میزنه، سمومی هستن که یه روز بعد دو روز بعد آسیب خودشون رو نشون میدن، ولی آسیب جسمیه. ما یه سری علامتی در مریض میبینیم. اگر مریض فردا قرار حالش بد بشه، امروز درد داره، تهوع استفراغ داره، بیحالی داره، علائم حیاتیش مشخصه، سمی وجود نداره که من بگم به مریض بدیم و بعد بره دو روز بعد خودکشی کنه. به نظر من این حداقل توی بطون شناخته شده پزشکی وجود نداره. خیلی ممنون دکتر رودسری. خودکشی یه مبحث بسیار مهم و پیچیده‌ایه که نمیشه تو چند دقیقه بهش پرداخت. در این برنامه سعی میکنیم ببینیم چطور میشه تشخیص داد که یکی از نزدیکان آدم تمایل به خودکشی داره. چطور میتونیم بهش کمک کنیم که از این افکار فاصله بگیره؟ چه چیزی میشه بهش گفت و چه چیزهایی رو نباید بهش بگیم؟ دکتر نوشین رنجبر، روانپزشک و دانشجوی دانشگاه آریزونا مهمون ما هستن تا به این سوال‌ها جواب بدن. خیلی خوش اومدید خانم دکتر. خانواده و دوستان کسی که تازه از زندان اومده چه چیزهایی رو نباید بهش بگن؟ مهمه که از افراد آزاد شده از زندان انتظار نداشته باشیم که بلافاصله به زندگی عادیشون برگردن. سعی کنیم که فشار روانی بیشتر بهشون نیاریم. هی از این عزیزان نپرسیم که دقیقاً چه اتفاقی برات افتاده تو زندان، چون بازگویی این اتفاقات میتونه فشار روانی بیشتری بهشون وارد بکنه. نگیم که خدا رو شکر که اتفاق بدتری برات نیفتاده، چون اونا انقدر زیر فشار روحی هستن که حتی شنیدن همچی چیزی میتونه براشون مضر باشه. از این عزیزان قهرمان سازی نکنیم، یعنی واقعاً بهشون نشون بدیم که این اتفاقایی، این شکنجه‌های جسمی یا روانی که براشون افتاده فشارهای خیلی زیادی هستش و واقعاً به حمایت و زمان لازم خواهند داشت. به این عزیزان فرصت بدیم. گوش شنوایی باشیم که هر وقت آمادگیشو داشتن بهمون بگن. براشون یه محیط آروم بدون قضاوت و بدون تنش فراهم بکنیم. بهشون نشون بدیم که هر اتفاقی براشون افتاده، هر چیزی کشیدن، ما حامیشون هستیم، دوستشون داریم. و یادآوری بکنیم که طبیعیه که وقتی همچین اتفاقی واسه آدم بیفته بشکنه و یادشون بندازیم که چه نکات و نقاط قوتی دارن. کمکشون کنیم که با دوستانشون در تماس باشن. از چند نفر خانواده یا دوستای این شخص بخوایم که مرتب باش در تماس باشن، حالا یه تکستی، اسمسی، تلفنی، ویزیتی، و اگر سعی کردن باش تماس بگیرن و جواب نداد مایوس نشن، هی ادامه بدن، چون واقعا آدم نمیدونه کی چه وقتی ممکنه بتونه به این شخص کمک کنه که یک کم از اون لاکش بیاد بیرون. آیا پژوهش‌های انجام شده که تایید کنه تمایل به خودکشی بعد از آزادی از زندان بالاست؟ بالاترین امکان و برای زمان خودکشی بعد از زندان بیرون اومدن در رده اول، چند روز اول هستش که حتی 8 برابر یا بیشتر شاید باشه امکان خودکشی. رده بعدی چند هفته اول بعد از آزادی هستش و رده سومم چند روز قبل از دادگاه هستش که این زمان خیلی باید مواظب این عزیزان باشیم. بعضی مواردی هستش که امکان خودکشی رو حتی میتونه بالاتر ببره. یکی اینه که اگه شخص در زندان در سلول انفرادی باشه، یا اینکه تجاوز یا فشار شکنجه جسمی، روانی یا فیزیکی براش به وجود اومده باشه، یا تهدید شده باشه به احکام سنگین مثل مفسد فی‌الارض، ارتداد و محاربه، یا کسانی که از زندان اومدن بیرون و با استفاده از مواد مخدر یا الکل دارن سعی میکنن خود درمانی بکنن، کسایی که اضطراب شدید دارن، حالت پانیک براشون اتفاق میفته، و یا اینکه احساس جدا شدن از محیط براشون اتفاق میفته. اگه کسی سابقه خودکشی قبلی داشته باشه یا سابقه بیماری روانی داشته باشه، اونم امکان خودکشیشو بالاتر میبره.
چطور احتمال خودکشی در فرد رو بعد از بازداشت و زندان به حداقل ممکن برسونیم؟ اولین چیزی که مهمه اینه که تا چند هفته بعد از آزادی هیچ وقت این عزیزان رو تنها نذاریم. مستقیم از این عزیزان بپرسیم که آیا تو افکار خودکشی داری؟ چون خیلی وقتا میترسیم که اگه این سوالو بکنیم نکنه مثلا این به فکرشون بیاد و این کار رو انجام بدن، ولی اصلا اینطور نیست. سوالی که ازشون میکنیم بزرگترین چیزیه که میتونه به ما نشون بده و بدونن که ما به فکر همه امکانایی که ممکنه براشون بیفته هستیم. جوابی که میدن کاملا گوش بکنیم و بهش توجه بکنیم. یعنی اگه میگن آره فکر خودکشی دارم، واقعا با اون گوش کنیم، یا اگه هر چیزی میگن شنونده خوبی باشیم. این صحبت وقتی کسی فکر خودکشی داره و هیچ وقت دربارش بروز نداده، هیچی نگفته، بعد کسی سوال میکنه، بعد آدم برای اولین بار میگه که آره من به همچین چیزی دارم فکر میکنم، همین بروز دادن این مسئله بهش میتونه کمک کنه که هم یکم خودشو خالی کنه و همین که با شنیدن صدای خودش به فکرش برسه که این جدی هستش، شاید ممکنه کمکی لازم داشته باشم. وقتی که شخص شروع کرد به بروز دادن یا یکم صحبت کردن، کسی که شنونده هستش واقعا با حالت حامی گوش بده، نه قضاوتی، نه نصیحتی، این کارو بکن، این کارو نکن، فقط حمایت. من دارم سعی میکنم بفهمم که تو چی داری میگی، و شایدم آدم واقعا بتونه بگه که من واقعا نمیفهمم به تو چه گذشته، و همین که شخص بتونه بشنوه که حقیقتاً کسی که توی اون شرایط نبوده واقعا نمیتونه بدونه و بفهمه، همین باعث دلگرمی شخص میتونه باشه. هر چیزی مثل قرص‌های مختلف، اشیاء برنده، تفنگ، طناب، هر چیزی که ممکنه اینا بتونن استفاده کنن که به خودشون صدمه برسونن، اینا رو ازشون کاملا دور کنیم. با یه پزشک متخصص، روان پزشک یا روانشناس مشورت بکنیم. دکتر رنجبر، آیا جمله ها یا رفتار خاصی هست که زنگ خطری باشه برای ما که طرف مقابلمون قصد خودکشی داره؟ مثلا یکی اینه که من بیارزشم، دیگه زندگیم هیچ معنایی نداره، یا هیچ وقت خوب نخواهم شد، دیگه تموم شد، یا یه چیزی مثل این که هیچ کس حرف منو نخواهد فهمید، اگه من دیگه نبودم مثلا این چیزایی که دارم رو به فلانی بدین، یا این که من دیگه حاضرم برم با عزیزی که فوت کرده با اون باشم. خیلی ممنون دکتر رنجبر. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. قسمت‌های مختلف برنامه رو به صورت ویدیوهای جداگونه در اینستاگرام و تلگرام آپلود می‌کنیم. با هشتگ 37 درجه دنبالش بگردید. اگر دلتون می‌خواد ما به یه سوژه خاصی بپردازیم، حتما در اینستاگرام بهمون پیام بدید و منو تگ کنید. مراقب خودتون باشید.